خداوندی بخشنده مهربان. ارزش های اجتماعی ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است. همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین فرموده است: ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. براستی الله به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد و از فحشا و منکر و ستم نهی می کند و شما را پند می دهد شاید متذکر شوید. گواهی می دهم که نیست معبود بر حق جز الله یکتا و بهمتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود و رحمت و برکات الهی باد بر او و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او تا به روز جزا. اما بعد، در حقیقت استحکام ارزش ها در هر مجتمع دلیل ترقی و تقدم و تمدن آن مجتمع و راز انسجام و همبستگی و استقرار آن است. همچنین از هم پاشیدن مجتمع ها یا از بین رفتن سیستم ارزش های اجتماعی آغاز می شود. پس مجتمع هایی که بر اساس اخلاق بنا نشده باشد عوامل سقوط خود را خودش حمل می کند، زیرا که این مجتمع بر اساس ضعف بنا نهاده شده است. شاعر چه زیبا می فرماید: جز این نیست که ملت ها با اخلاقشان باقی می ماند، اگر اخلاق آنها نبود شود خود آنها نیز نبود می شوند. بدون تردید دین مقدس ما با قضیه ارزش های اجتماعی که باعث نگهداری کیان مجتمع و تقویت ارکان آن می شود توجه جدی نموده است، چون حفظ ارزش ها و اخلاق اساس این دین بزرگ را تشکیل می دهد. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: جز این نیست که من برای تکمیل مکارم اخلاق فرستاده شدم. از جمله این ارزش های اجتماعی ارزش همکاری و همزیستی و زندگی مشترک است، چون نفع آن بر کل مجتمع برمیگردد، زیرا وطن متعلق به همه فرزندان آن است و همه آنها را در خود جا می دهد بدون هیچ گونه تفرقه بر اساس دین یا رنگ و یا نوعیت، و این امر خودخواهی و خودپسندی و حب ذات را منقضا می سازد و مبدا برادری انسانی را متبلور می سازد و مجتمع همبسته بر اساس محبت و بخشش تاسیس می کند. چنانچه خداوند متعال می فرماید: و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. و در راه نیکوکاری و پرهیزگاری با هم دیگر همکاری کنید و هرگز در راه گناه و تجاوز همکاری نکنید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: مؤمنان در دوستی، مهربانی و همکاری با یک دیگر مانند پیکری هستند که اگر یک عضو آن به درد آید، سایر اعضا با بی‌خوابی، بی‌قراری و تب با آن هم نوا می شوند. و در حدیث دیگری می فرماید: هنگامی که توشه اشعری ها در جنگ تمام می شد، یا زمانی که غذاهایشان در مدینه کاهش می یابد، هرچی دارند در پارچه جمع می کنند و سپس آن را با پیمانه به طور مساوی در میان خود تقسیم می نمایند. آنها از من هستند و من از آنها هستم. و برخی دیگری از ارزش های اجتماعی ارزش های شهامت، مروت، فداکاری و ایثار است، چون این ارزش های همبستگی و انسجام وطنی و اجتماعی را تقویت می باشند. محبت و برادری و صفا و صمیمیت را میان افراد مجتمع بار می آورد. به این ارزش پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره نموده، در نهی از نفرت و حسادت و قطع صله رحمی گفته است: به دیگر حسادت نکنید، بهای کالا را در حالی که نیازی به خرید آن ندارید به قصد فریب دادن خریدار بلند نبرید، و از همدیگر نفرت نکنید، بر دیگریتان پشت نکنید، نباید برخی شما بالای برخی دیگری بیان نماید. و در حدیث دیگری فرموده است: کسی که نیاز برادر خود را برآورده می‌سازد، خداوند نیاز او را برآورده می‌سازد. و کسی که از یک مسلمان مشکل را دفع نماید، خداوند مشکلی از مشکلات روز قیامت را از او دفع می کند. و کسی که گناه مسلمانی را بپوشاند، خداوند گناهان او را در روز قیامت می پوشاند. و برخی دیگری از این ارزش ها ارزش توجه کردن به اشخاص نیازمند و یتیمان و ضعفا و بزرگسالان است، به این اعتبار که رعایت درست آنها واجب دینی، ملی و انسانی می باشد. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: کسی که در خدمت بیوزن و مسکین تلاش می کند، مانند مجاهد در راه الله است، یا مانند کسی است که در روزی
روزه میگیرد و شب را زنده میدارد. و در حدیث دیگری گفته است مگر غیر از این است که شما به خاطر ضعیفان و مساکینتان یاری میشوید و روزی میخورید. همچنین اسلام فعالیت های اشخاص نیازمند را قوت اضافی برای مجتمع و قدوه برای دیگران میپندارد، پس برای آنها زمینه را آماده ساخته تا نقش اجتماعی خویش را به شکل مؤثر انجام بدهند. بر این اساس حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه مؤذن پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، همچنان که بارها پیامبر صلی الله علیه و سلم او را برای امامت مردم در مدینه قائم مقام خویش تعیین نموده بود. ستایش مخصوص ذات خدا است که پروردگار جهانیان است. درود سلام بر اشرف مخلوقات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر همه آل و اصحاب او باد. مهمترین ارزش اجتماعی ارزش تحقیق و تثبیت اخبار است، پیش از این آن که آن را تکرار و نشر نماییم. شریعت اسلام بر این ارزش عالی تاکید نموده است و از شایعه پراکنی و نشر و ترویج شایعات هشدار داده است، چون هدف از نشر شایعات تخریب درونی مجتمع و انتشار ناامیدی میان فرزندان آن می باشد. خداوند متعال می فرماید یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر شخص فاسق خبری برای شما آورد، پس درباره آن بررسی و تحقیق کنید تا آن که مبادعاً به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید، آنگاه بر آنچه انجام دادید پشیمان شوید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید همین دروغ انسان را کافی است، هر آنچه را که بشنود آن را تکرار و ترویج نماید. پس انسان هوشمند پیش از آن که چیزی بگوید فکر می کند و انسان احمق پیش از آن که فکر کند سخن می گوید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است کسی که با الله و روز آخرت ایمان دارد، پس باید یا سخن نیک بگوید و یا خاموش باشد. بنابراین چقدر زیبا می شود این که ارزش های اجتماعی را رعایت نماییم تا این که مهر و الفت و همبستگی میان همه فرزندان مجتمع به وجود بیاید. پروردگارا ما را به اخلاق نیکو و پسندیده هدایت کن، جز تو کسی دیگری به آن هدایت نمی کند. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.